ارتباط با صحبتی که ریایی عزیز مطرح کردید و فیلمتون، من یک سوال، من شبیه سوالیه که سعید کرد و شاید تکراری باشه در ارتباط با برای شما، این صحنه‌ای که شما از اون قسمتی که دوست، این دوتا دوست میخوان یا یکی از دوستان میره که قورو به دزد برای شامشون استفاده بکنه، اینا به غیر از اون قسمتی که به اصطلاح کمیک هستش، اینا شما انگیزه خودتون از به تصویر در آوردن قسمت اولش، اون فرکانس اولش که میره به طرف قو و دنبالش میکنه توی آب و بعد از اینکه برمیگرده و دنبالش میکنه، اینا به غیر از صحنه کمیکش، انگیزه خودتون از به کارگیری این قسمت چی بوده؟ اینو میخواستم اگه بشه خودتون علاقه داشتی توضیح بدید. لیلا و بعد شما آخرین سوالا رو طرح میکنید دوستان ما، بعد حدود یک ربع وقت دارید که به 20 دقیقه وقت دارید که بعد به سوالات مجموعاً پاسخ بدید. خیلی ممنون. من خواستم ابتدا از این فیلم بسیار زیبایی که ساختی تشکر کنم، نه به خاطر اینکه آدم این تجربه رو داره، تجربه گذر از ایران و براش همه چیز زنده و تداعی میشه، بلکه به خاطر اینکه انسان امروز موجودی جهانی هستش و در آمریکای لاتین با شما ابراز همبستگی میکنن، وقتی میخوان مرزهاشون رد بشن با چه مشکلاتی روبرو میشن، و به هر حال این فکر میکنم خود فیلم پیام انترناسیونالیستی داره و برمیگرده به مهاجرت انسان، انسانی که احساس امنیت نمیکنه اونجایی که هست. اما سوال من از شما این هستش که آیا احساس فشار یا محدودیت در ساختن فیلم هاتون خودتون در خارج از ایران در این دنیای فیلمسازی میکنید یا نه؟ از اونجایی که من خودم به وسیله دخترم یک کمی وارد این دنیای هنر شدم، در سوئد مرتب میشنوم که نمیتونه این کارو بکنه، البته چون اون دختره مرتب میگه تو دنیای سکسیزم سینما و تئاتر اگه بخوای برخورد بکنی، هی میگن که این همونی که دردسر میآفرینه، یا وقتی به عنوان یه آدم چپ معروف میشی دیگه خیلی محدودیت‌ها جلوت گذاشته میشه. ولی آیا این خود سانسوری که دنیای امروز سینما و تئاتر و اساساً دنیای امروز سرمایه حاکم میکنه، آیا تو هم این احساسو میکنی؟ مثلا بعضی وقتا فکر شده که بگی دوست دارم این صحنه رو بیارم وسط، ولی نمیتونم بیارم چون ممکنه که بازارش کم بشه، هرچند که فکر میکنیم برای همه آدما خیلی جالب هستش. من سوالم از شما اینه. بعد میخواستم یه کوتاه بگم که کاش که حافظه تاریخی ما قوی باشه، کاش که بیشتر بخونیم و پیگیری بکنیم، و کاش که امثال بصیر هزارها نفر باشن، و کاش که هزاران بار مینا اسدی بیاره و نامه شجریان رو به این جانیان بخونه و کسانی که از این جانیان حمایت کردن، و کاش مثل اون دوره فاشیسم اونایی که دفاع کردن فاشیسم وقتی اومدن تو اسکار هو کردن و پا نشدن، امروز اگه کسایی از فاشیسم دفاع میکنن و میان در خارج از ایران و ما نریم کنسرتاشون، نریم فیلماشون و هوشون بکنیم، بگیم ببینید وقتی قتل عام میکردن اینا پشتشون بودن، نگاه کنید اینا بودن، نه به خودشون انتقاد میکنن نه برخوردی میکنن، ما میریم دست میزنیم از زاویه هنری هم بررسی میکنیم، هی از این دهات برو اون دهات و هی تصویرهای زیبا نشون بده تو این فیلم ها. کیه که بعدش بده این تصویرهای زیبا؟ کیه که بعدش بده از این صدای زیبا؟ پشت صدای زیبا، پشت اون تصویرها قتل آدم هاست، این بچه هایی هستن که در زندان این بلا به روزشون اومده، آخه کی میتونه اینا رو فراموش کنه؟ آخه چرا با اینقدر حافظه تاریخی ما ضعیف باشه؟ چرا با اینقدر نازک دل بشیم در مورد جنایتکارا و سنگ دل بشیم در ارتباط خودمون و اونایی که در کنارمون کشتن و اعدام کردن؟ مرسی. سلام و خسته نباشین. من یه سوال دارم، این که چرا اسم فیلم این انتخاب شده بود؟ دوم این که جایگاه اجتماعی این کاراکتری که اونجا ترسیم شده بود به نظر من نامشخص بود. اینا هر کدومشون یه جایگاه اجتماعی دارن، در یه جایی مشغول فعالیت اجتماعی بودند، این تو هوا بود به نظر من،
نامشخص بود. بعد یه صحبتی کلی به نظرم میرسه و اون این که یه چیزی نقل به معنی از برشت میگم و اون این که در جامعه‌ای که کار میکن در برای اینکه شکممون رو سیر بکنیم احتیاج داریم که کار بکنیم. چرا؟ چون نون شکممون رو می‌خوایم در بیاریم و در جامعه‌ای باید کار بکنیم که قبولش نداریم. ولی بعد میگه که متی به شاگرداش گفت که هنرمند کسیه که زغال رو بر می‌داره بدون اینکه دستش سیاه بشه. دوستان عزیز ببینین، شکوفه وقتی اینجا صحبت کرد من واقعا منقلب شدم، اصلا نتونستم خودداری بکنم. یعنی احساسم به شکلی بود که جمهوری اسلامی 70 میلیون رو گروگان خودش کرده، 70 میلیون. بعد ما انتظار داریم، فرض کن هنرمندی که اونجا کار میکنه با توجه به وضعیت روحی روانی که تمام اونا اونجا دارند و میره از پله های ارشاد بالا و پایین، بچهش سقط میشه، انتظار داریم بیاد مثلا مثل ما فیلم بسازه، تئاتر اجرا بکنه به این شکل؟ این آخه چه انتظاری ما داریم؟ من نمیدونم. ما برای برون رفت از خشونت هرگز نمیخوایم به خشونت متوسل بشیم. ما یعنی این شکلی هست که من فکر میکنم توی اغلب ما داره نهادینه میشه. اینو با یه مقداری واقعی ببینیمش. من اگر صحبت از ایراد از گلشیری، از خیلی کسای دیگه، برخورد به هنرمند، برخورد به نویسنده با برخورد با سیاسیون خیلی فرق میکنه. من ممکنه فلان لیدر حزب یا فلان لیدر یک جریان رو دقیقاً با اسم، با مشخصات اسم ببرم و زیر سوالم ببرمش، ولی با هنرمند به نظر من یک تفاوت‌هایی با قائل بشیم براش. اوکی. شروع کنیم. خیلی ممنون. بله شما یه رو وقت دارید، حرف دوستان رو شنیدید و این همه سوالات سعی میکنیم کوتاه جواب بدیم. چیز آخر، ببین ما هممون قبول داریم که خیلی بیشتر دلمون میخواست کاراکتر این کارگردان ها که توی ایران بودن سفتر بودن و بهتر بودن و این و اینا، ولی خب من خودم برای خودم میتونم بگم که خیلی از فیلم هایی که میبینم یا بعضی از فیلم هایی که میبینم به نظر من مهمه که این فیلم ها درست بشه با هر پروبلمی که بوده و هر چیزی که بوده، برای اینکه توی یه جامعه مثل ایران مردم که چیزی ندارن همین کارهای هنری که با سختی و سانسور خود و این چیزای اینا میشه بازم یه کمکی میکنه بهشون و از این نظر به نظر من قبول دارم این کار. شما گفتی راجبه لینی ریفنشتال و فیلمش که دوران نازی درست کرده که خیلی الانم به عنوان فیلم مستند محشر حساب میشه. پروبلم لینی ریفنشتال و کسای دیگه که بصیر گفت خیلی هاشون اینه که هیچ وقت لینی ریفنشتال 104 سالش شد ولی تا آخر عمرش هم قبول نکرد، که نگفت که من واقعا اشتباه کردم و مثلا مانیپولیت شدم و اینا. این خیلی مهمه. وقتی ما قبول داریم که تمام آدم‌ها که تو ایران زندگی میکنن هنرمندا توی خیلی زندگی سختی دارن و خودمون هم نمیدونیم چجوری اونجا چه کاری میکردیم، ولی وقتی که وقتش میشه باید اینا بیان جلوی دادگاه یا هر چیزی بگن چرا این کار رو کردن و چی شد. تمام شد رفت. سوال کریتیک بود از اینکه وقت توی فیلم من معلوم نیست درست چی، اینو که جوابش اون موقع دادم که برام مهم بود که یه فیلمی درست کنم که نه قدیمی باشه نه مثلا برای یه چیز تخیلاتی باشه، یه چیزی باشه که حدوداً وقت نداشته باشه، برای اینکه می‌خواستم می‌خواستم زود پیر نشه فیلم، نمی‌خواستم آدما بگن که خب 20 سال پیش جریان اینجوری بود الان همه چیز خوبه. این علتش بود. اینی که شما میگید قهرمان برمیگرده این به نظر شما خوب نیست؟